الله الرحمن الرحیم در این سلسله مباحث موضوع این است عرض کنیم ادیان همون ادیان ابراهیمی غیر ابراهیمی دین نیست نوعی ریاضت است و دین ابراهیم یا ادیان ابراهیمی هم ادیان نیست دین است یعنی یک دین بیشتر نیست از آدم که شروع شده تا پیغمبر اسلام هر یکی از انبیا دین جدیدی نیاوردن قطعاً مرحله ای از یک دینه نکته ظریف اینجا اهل بیت فرمودن قرآن هم فرموده مهمه آقایان کلیمی ها این آیت بفرمایند مسیحی ها این آیت بفرمایند یک دین است مانند همون دروس دبستانی و دبیرستانی مرحله از دین مرحله اولیش مربوط به حضرت آدم و شیس و ادریسه مرحله میانیش از آدم شروع میشه از نوح شروع میشه تا حضرت موسی مرحله پایانی از موسی شروع میشه در عیسی تمام میشه بعد پیغمبر اسلام جهانیشو میاره پس آنچه که ادیان ابراهیمی میگیم انبیا آورده ان از آدم تا خاتم یک دین بود اما هر یکی از انبیا فصلی بابی مرحله از اسلام را آوردن مسیحی ها یک فصل از اسلام را آوردن که محافظ از تحریف دین موسی بود حضرت موسی فصلی از دینی بود که بر ابراهیم نازل شده بود برای بنی اسرائیل بود حضرت ابراهیم فصلی از دینی آورده بود ان من شیعته الا ابراهیم حضرت نوح کلیاتی را آورده بود بخشی از اون حضرت البته جامعه ترشو حضرت ابراهیم آورده بود اینجا یک سخن جدی داریم من فکر میکنم یا تحلیل نشده در محافل آقایان یهودیان مسیحیان یا بد تحلیل شده و بنده به صورت قاطع عرض میکنم آنچه که میگم از تورات و انجیل و زبور و 80 کتاب دیگر 81 کتاب دیگر از حواریون و دیگران ثبت شده و قرآن کریم همه یک مطلب میگن ولو تحریف شده ولی نه آقایان یهودی ها زیر بار میرن طبق نص کتابشون توطئه کردن و نه مسیحی ها اون اینه یک دین به امتداد زمانی آدم تا پیغمبر اسلام هر یکی از این انبیا یک فصلشو به نابود بیارن مجموع اینها اسلامه اگر یک پیغمبری یا امت یک پیغمبری استغنا به جویت استقلال به جویت ضد دین خودشه یعنی حضرت نوح نعوذ بالله بگه من دین مستقلی دارم ربطی به ادریس ما قبل من و ابراهیم با ما بعد من نداره من نوح هم یک دین آوردم تکلیفم هم همینه این اتفاقا وظیفه نوح نبود و همچون چیزی هم نفرمود موظف بوده حضرت نوح بفرماید ای گذشتگان و ای آینده ها یعنی ای کسانی که مدافع گذشته اید ای کسانی که مدافع انبیای بعدید بدانید مشروعیت و صحت دین من نوح به دو شرط ربط داره شرط اول ما قبل را تایید کنم بگم بخشی از ما قبلم فصلی از دین آدم و شیس و ادریسم شرط دوم این که اعتراف کند فصل بالایی یکی از فصول قبل دین ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خدا هر پیغمبری از ادیان واقعی که ما میگیم ابراهیمی موظف بوده به کل بشر مدافعین انبیای قبل و هم خطاب به مدافعین انبیای بعد بفرماید من یک فصلم
من یک مرحله هستم، مستقل نیستم، جدا و منفرد نیستم، فصل میانی دین آدمم، فصل میانی دین پیغمبر اسلامم، نسبت به حضرت آدم ما بعد، نسبت به دین پیغمبر اسلام ما قبل پیغمبر اسلامه. پس ادیان ابراهیمی من الاول تا آخر هر کدام فصلی از یک دینی هستن که این یک فصلشه. لذا اگر امت نوح بپذیرن نوح را به عنوان پیغمبر اما نپذیرن این دین نوح بخشی از دین آدمه، کافرن. اگر امت نوح نپذیرن این که دین اونها بخشی آغازین دینهای بعده، اینا کافرن. اگر آقای یهودی، آقای مسیحی نپذیرن دین موسی استمرار دین حضرت ابراهیم، کافرن. اگر یهود و نصارا تأیید نکنن دین حضرت عیسی بخش آغازین دین اسلامه، اینا کافرن. و اگر مسلمانی نپذیره دین موسی و عیسی و ابراهیم و آدم درست بخش اول ماست، اینا هم کافرن. بنابراین فقط ما مسلمان ها مسلمان واقعی هستیم عملا. چرا؟ ما همه را تایید کردیم، گفتیم فصل اول اسلام ما آدم، فصل دوم شیس، فصل سوم ادریس، فصل چهارم نوح، فصل پنجم موسی، فصل ششم عیسی، فصل هفتم نمیدونم بعدی حضرت عیسی، و فصل پایانی که جامع همه اونهاست اسلام. ما کل انبیا را به عنوان آورندگان بابهای اول اسلام قبول کردیم، مسلمانیم. یهود و نصارا هیچ یکی از شروط موسی و عیسی را قبول نکردن، طبق دینشان کافرن، چون موسی علیه السلام را از پیغمبر اسلام جدا کردن، میگن ما هستیم، نژاد برتر ما هستیم. آقا یه حلقه بیشتر نبودید، چون لیاقت نداشتید پیام موسی را بگیرید، شما هم از طرف ملت ها مترودید، جنگ آفرینید، هم از طرف انبیا. پس ما انکار حضرت موسی را کفر میدانیم. این دین واقعی است. اگر مسلمانی بگوید نبوت موسی را قبول ندارم، مرتده، آفرین به این اسلام. اگر مسلمانی بگوید عیسی مسیح علیه السلام را قبول ندارم، این کافره، چون این برگشت میکند به انکار نبوت رسول خدا، چون رسول خدا فرموده در قرآن عیسی پیغمبر است سلام الله علیه. پس بنابراین هر دینی جزئی از دینهای قبل و بعد دین ابراهیمی، انکار یک جزء از این دین مساوی با انکار کل دینه. بنابراین طبق منطق تورات، چون از آدم نام برده نمیتونه رد کنه، از حضرت نوح نام برده، از حضرت ابراهیم نام برده، مجبور قبول کنه. اما وقتی میرسه به باب 18 آیه 18 به بعد از تثنیه، گفته پیغمبری خواهد آمد، چرا آقایان این قسمت از تورات را منکرند؟ چون منکر تورات خودشون هستن، کافرند طبق تصریح صریح قرآن. چرا تورات؟ چون آقایان یهودی ها سفر تثنیه است، باب 18 میگه پیغمبری خواهد آمد دارای کتاب، اون کیه؟ اگر بگید مسیح، کافرید، چون مسیح را انکار کردید، به دار زدید، دروغ گفتید. اگر بگید پیغمبر اسلام، زیر بار نرفتید، باز کافرید. اگر این آیه را قبول کنید، مصداق معین نکنید، کافرید، چون آیه معرفی کرده. بنابراین هر یکی از ادیان ابراهیمی که غیر ابراهیمی دین نیست، قطعا همینه، فصلی از یک دینه، یک اسلام، مبدأش آدم، منتهاش خاتم. هر پیغمبری باید اعتراف کند من فصلی هستم از یک دین، دین ممتد.
اسلام آمد همه را جمع کرد، سلام فرستاد به آدم، سلام فرستاد، السلام علیک یا وارث آدم، السلام علیک یا وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی، وارث محمد حبیب الله. ما هستیم تابع ادیان، دین الهی، همه ادیان الهی را تایید میکنیم. همه انبیا مقدسند، بشر را به سوی تسلیم برای دین جهانی دعوت کردیم. اونها هستند، یهود و نصارا هستند، برخلاف دین خود عمل کردن، هم پیش پیغمبران خود مسئولن روز قیامت، هم پیش پیغمبر ما. ولا حول ولا قوة الا بالله.